سلام بچه ها، به یه ویدیو جدید با من کلی خوش اومدید. اگه یادتون باشه توی ویدیوی قبلی این میکاپ رو انجام دادیم و قرار شد که توی ویدیوی امروزم بریم وسایل کریسمسی که خریدم آنباکس کنیم و درختمو بچینیم. آخر ویدیو کلن با درخت کریسمس و اینا یه لباس کریسمسی و اینا میخوام بپوشم. خلاصه که تا آخر همراه من باشید. این بچه ها بسته که من خریدم و قراره بسید به این برتر و قراره توش درخت کریسمس باشه. حالا اینکه چجوری توی بسته به این کوچولوی بسته من و یعنی درخت من رو بخشی جا دادن نمیدونم. بریم که با هم کشفش کنیم. امروز بچه ها حسش نیست کاتر بیارم، به خاطر همین از زور ناخون و اینه قراره بهره رو بخریم. اولین چیزی که بچه ها گرفتم ایشونه واسه کلاگیسه، چون من قبلی خودم رو گم کردم، احتمالا یه جا انداختمش، باید برم بگردم بیشتر تا پیداش بکنم. یکی دیگه جدید خریدم که اونو حالا که گم کردم یه جورای خودم هم تنبیه بشم تا انقدر مثلا موجه که یادم میره نندازم. اوکی بچه ها، بیایید با این درخت شروع کنیم، چون دارم میبینمش و ایشونه. فقط بیچاره از 60 سانت یکم کوچیک‌تره انگار، چون من 60 سانت خواسته بودم و این شبیه 30 سانته. اصلا من متر دارم، الان مترش میکنیم. این مترم، من واقعا 60 سانت گرفته بودم دیگه. نه آره، اینجا نوشته 60. خب بچه ها ناکنید، اینقدر میشه 60. قشنگ یه 20 سانت کم داره، درختمون 20 سانت کم داره، یعنی با پایه ها 60 سانت گرفتن به نظرتون؟ نه بچه ها، به خدا حتی با پایش هم 60 نمیشه. ای بابا، اشکال نداره، با همه چی کنار میاییم، با این هم کنار میاییم. خب درخت 60 سانتی، تو شبیه این دختر ها و پسر هایی هستی که میگن انقدر قدمه بعد که از نزدیک ببینیشون تا اینجا تم نیستن. اصلا من خودم قد کوتاه حساب میشم، 160 سانتم. ولی خب چیزی که میخوام بگم و فهمیدید و همه تون یاد یه نفری افتادید. به هر حال این درختمون رو باید اینجوری همچون شکوفه بازش کنیم تا گل بده. ولی خوشگله ها، بد نیست، یعنی تو عکساش خیلی زشت بود ولی الان که رسیده دستم احساس میکنم که نه، حالا بنده خدایی کمی در حقش اجحاف شده. انتظار داشتم مثلا زشت باشه ولی کوچولو نه. اگه میدونستم مثلا 90 سانتی میگرفتم. کاش که توی کامنت ها اشاره میکردن که ممکنه 20 سانت کوچیک و بزرگ بشه. ولی بوشم خیلی زیاده، خیلی بد بوه، دروغ چرا. خب به این ترتیب بچه ها درخت کریسمس 60 سانتی ما باز شد. 60 سانته، اتفاین توهین نکنین. پایه هایی هم داره، دمش هم گرم. یکی از نگیدان افتاد. چه سوس عنصری بود، کجا افتادی؟ امیدوارم که دیگه نیفته، چون که میخوام ویدیو ضبط بکنم. این نمیره تو بچه ها، به خدا نمیره تو. آها بالاخره رفت تو درخت 60 سانتیمون. ببینید من یه جوری گرفتم که باید توی کادرم جا میشد. خیلی کوچولوه بچه ها، مثل رویاهامه که شکست خورده. مثل یه روز زشته پاییزی هست، انگار یه پاییز حالت خوب نیست، هوا هم یه میزنه ابری میشه ولی بارون نمیاد، مثل اون روز هست. مثل ساعت 7 صبح روزیه که امتحان ریاضی داری، غم انگیزه. ولی خب اگه اینقدر بود، وای بچه واقعا زشته. واقعا زشته، اگه اینو خم کنم از زشتیش کم میشه؟ نه نمیشه. این زشت‌ترین درخت کریسمس جهانه ولی زشت من. داشت به ماسیب میزد، براش رفت و چشم. داشت برم خورد، هم زشت باشی هم پر رو. خب بریم سراغ ادامه وسایلام. آقا من از اینا تیم گرفتم برای آقای 60 سانتی. از اونجایی که بهش میگن میلاد مسیح، اسم این درخت رو میذاریم میلاد، خصوصا که احساس میکنم یه میلاد میتونه قدش کوتاه باشه ولی بگه قدم بلنده. احساس میکنم که میلاد یه چنین آدمی. رفتارهای اینجوریتون بزنین کنار، واقعا میدونی با اینکه من هی بیام مثلا با توهین ازتون بخوام یا بخوام با عصبانیت ازتون بخوام که نمیشه که. آقا دارم شوخی میکنم، الان میلادا ناراحت نشن. بچه چیزی که گرفتم یه سری تبلای خوشگل کوچولی رنگی رنگیه که به این درختم اتفاقا میان، چون اینا هم خیلی کوچولوان. به هر حال درسته که آقا میلاد ما رو ناامید کرد ولی دلیل نمیشه که ما هم ناامیدش بکنیم. جوری که اون با ما رفتار نکرد ما باهاش رفتار میکنیم به خوبی. آقا یعنی چی؟ من اینا چجوری باز کنم؟ این چرا باز شد؟ شما باز نشین. آقا میلاد خوبی هم گویا قبول نمیکنه، چون میخوام اینا رو باهاش تزیین کنم ولی نمیشه. همشون دارن باز میشن.
آه این یکی بکنم بهتره. آقا میلاد لطفا نکن از این کارا، من سای دارم بهت خوبی کنم، داری ولی دیوونم میکنی. اوکی چون اصابم خورد کرد این تبلا رو بهش نمیدم، بریم سراغ ادامه ای کار. یه چنین چیزای فرنش چقدر همه چی کوچیک‌تر از چیزیه که توی عکسشه، انگار که از جهان مینیونا، از دیجیکالای مینیونا چیز می سفارش دادم. آقا میلاد لطفا منو بیشتر از این نامید نکن، بیا روز خوبی رو داشته باشیم، هرچند که الان شبه. اینا بچه ها توپک های رنگی رنگی اکریلیه که خب میدونید من چقدر اکریل دوست دارم. اینا هم خب آویز نداره، من چجوری اینا رو بچسبونم الان؟ هیچ کدومش آویز نداره، به چی بچسبونم؟ واقعا سازنده‌هاشون چه فکری کردن؟ وای واقعا توی چالشم الان. این تزینه بعدیمون بود که واسه اینم باید یه فکری بکنم. آقا یه چیز دیگه هم گرفتم که خیلی هم گرون خریدم اینو، نکنه باز نگینه چشم افتاد. نه سر جاشه. خیلی چیزی حس کردم افتاد. به هر حال اینو گرونم خریدم، امیدوارم که خوبم باشی. یک عدد بابا نوئل فوق‌العاده کیوت و خوشگله که اینو میذارم این بالای بالا، خدا رو شکر اینه که انگار قراره بره تو. ممنون از آقا میلاد که بالاخره یه تزیینی رو داره قبول میکنه. آقا میلاد یکم پشماش زیاده و تیزم هست پشماش، به خاطر همین این کارا رو میکنه ها. این از اولین تزیین کریسمسیمون که بالاخره رفت داخل و خوشحالمون کرد. خیلی درختم کوچولوه بچه ها، قلبم داره میشکنه. این اولین باریه که دارم درخت کریسمس تزیین میکنم، چرا باید یه درخت زشت قسمت هم بشه؟ نگاش کن. بریم سراغ ادامه تزیین ها. از اینا هم خریدم. چرا دوتا خریدم؟ نمیدونم واقعا چرا دوتا خریدم. دیگه اینم خریدم بچه ها. اینا ریز بابا نوئل هایی هستن، اینو خیلی دوست داشتم. یک نشونتون بدم که چقدر نمکیان، میبینینشون؟ این ریز بابا نوئل هم فکر کنم بره داخلش، خیلی کیوت و خوشگلن. میشه ریز بابا نوئل ها رو قبول کنی آقا میلاد؟ ممنون، داره قبول میکنه، خدای شکرت. آقا میلاد خیلی مودیه، مگه چیزایی رو قبول میکنه یه چیزایی قبول نمیکنه. جا هم بذاریم، خیلی نزدیک هم نباشن. نه آقا میلاد اصلا لیاقت نداره. سب کنید من این جعبه رو بذارم زیرش، این بیاد بالاتر که خودم هم انقدر خم نشم. آقا میلاد قدشون از منم پایین‌تره. این چی دیگه هم تو باکسم بوده، حواسم نبود. اینم تو باکس هم نشونتون میدم چیه، اصلا یادم نبود این بنده خدا رو. فقط حواسم به تزینات درخت دارم، حالا بیشتر شبیه یک درخت شستانتی شد حقیقتا. اینم بذاریم اینجا، درخت کیوتمون داره آماده میشه بچه ها. بعد از گذاشتن تازه سه تا تزیین از این همه تزیین. یه دونه هم اینجا گذاشتم بچه ها، میبینین؟ اینجا میدونه بابا نوئل کوچولو داریم. این پشتش هم بذاریم از این بابا نوئل ها. بچه ها چقدر تزیین درخت کریسمس کیف میده. این بابا نوئل رو باسنش هم یه دونه از این چیزای طلایی داره. بابا نوئل پریمیوم این جلیاش زیاده، خیلی داره به اون خوش میگذره بچه ها. تا شما هم اینجا بودید با من تزیین میکردید. بابا تازه بابا نوئلمون اکلیلی هم هستم، این هستن اینو منشن نکرده بودم. چون داریم درخت کریسمس تزیین میکنیم یکم انگلیسی هم حالا صحبت میکنیم. الان وایب اروپایی بودن داره بهم دست میده. بنده coming from برلین. اینم بذاریم. اوهی اولین تزیینا رو گذاشتیم بچه ها. بریم حالا سراغ تزیینات دیگه هم که نخ ندارن. من نمیدونم چرا واسه اینا نخ نذاشتن. خب من اینا چجوری بست کنم؟ چرا فکر نمی کنن؟ نمیشه همینجوری اینجوری بذارم؟ به تق تق میافتن نه؟ اگه از لای اینا رد بکنمش چی؟ مثلا این سبزی ها رو ببرم داخل این، نمیشه. میریم سراغ پلن بی که البته میریم اول سراغ اینا، چون حداقل اینا یه روبانی چیزی دارن. خب یه دونه از این تبلا رو گذاشتم، میریم سراغ یه تبل دیگه ای که اینم داره. کجا بذاریم؟ بذاریم اینجا. خب این بالا ها هم بذاریم، دونه میذارم اینجا. خب دیگه کجا بذاریم؟ اینجا هم میشه یکی گذاشت، اینجا هم یکی گذاشتم و یه دونه دیگه جا داریم، بذاریمش این پایین. خب تمام این چیزا رو هم گذاشتیم بچه ها.
روی آقا میلاد 60 سانتی مون که خیلی هم 60 سانتیش نبوده متاسفانه. به این صورت شد تا اینجای کار. اینا میمونن. یه دونه دیگه هم از این تبلو داریم. اینا میذارم اینجا. خب میمونن اینا که هیچ ایده ای ندارم چجوری بچسبونمشون راستش. اگه همینجوری بذارم هم میافتن. واقعا نمیدونم اینا رو باید چجوری بذارم. اینا رو فرو کردم داخل این چیزه و تقریبا شد. آره بچه ها میشه. باید فرو کنی داخل این تیزیاش. بیاین مثلا این پایینیه رو ناکنین. و اگه بشه مال این خیلی گنده تر بود نسبت به اونه کیا. شد اولی این بنده خدا رم کند. تلفات دادیم. اشکال نداره بریم اینه کیا بچسبونیم. حالا خوبه اینم بشکنه. این بشکنه دیگه واقعا قلبم هم میشکنه. من عاشق رنگ نقره‌ایم. ها شد. دیگه کجا رو بچسبونیم؟ این پایینا خیلی خالیه. میبینی؟ تفندی. بشم بزنیم. که اینجا رو هم بزنیم. تلفات دوم. چرا انقدر جنسشون بده؟ اوکی. این از این. که چرخی بزنیم این سمت. اینم از این. این پایینم باز لازم داریم. اینم اینجا. آخه بچه درختمون داره کم کم پر میشه. یکی از توپک ها افتاد که خدا رو شکر اینجاش نشکسته. ولی این از این. یه دیگه شو این بالای بالا بذارم بال میشه. اینو میذاریم این بالای بالا. یکم به قد آقا میلادم اضافه بشه. اه بوسم شکست. ای بابا شانس رو ببین. اشکال نداره. فعلا جای دیگه رو تزیین میکنیم. نیکیارم با چسب 1-2-3 اوکی میکنم الان. به و به و به برم چسب 1-2-3 رو بیارم. تا قبلش بید اینم با هم دیگه ناکنیم که چیه نشونتون بدم. پسش هم اینجوری دیدم که تخفیف خورده بود. منم گفتم بخرمش. بس اسمم دارن. مثلا اسم ایشون هست لایت برینگر. پایینش نوشته هشدار. گفته روی سطح پلاستیکی و چوبی نذارینش. قابش گرم میشه. ممکنه آتیش سوزی و اینجور داستانا بشه. دستم نزنید. که خب همین نشون میده که داخلش من یه دونه شم دارم. اینجوری هم هست شمش. رنگش صورتیه و بوشم خوبه. بد نیست. داخلش هم چوبه. قشنگه بچه ها به نظرم. چیز جالبیه. دیگه دیدم اسمش قشنگه، ظاهرش قشنگه، خریدمش. احتمالاً که روشنش هم بکنم حتما. برم که اینا رو بچسبونم و ادامه تزیینم. خب دوستان، این من و اینم درخت کریسمسم که از این ریسه ها هم خریده بودم. دورش پیچیدم، دوتا گرفتم، نمیدونم چرا دوتا گرفتم. البته دوتا هم فکر کنم که خفن ترش هم بکنه. ولی خب نه، به نظرم کافیه. حقیقتا خیلی خسته شدم. موام هم نشستم براتون دوباره کلاگیس گذاشتم. لباس درخت کریسمسی هم پوشیدم. ایشونم کامل کامل آمادش کردم. فقط این تاپش یه دونه ستاره لازم داره که من ستاره ندارم بچه ها. این هم اگه یادتون باشه خیلی قدیما، شاید حدود 2 سال پیش یا 1.5 سال پیش، از سوی خود لپ لپ در اومده بود برام که موقعیت رو خوب استفاده کردم و اینجا ازشون بهره بردم. خلاصه که اینم از ویدیوی کریسمسی من. روسی بچه من هم کریسمسی درست کردم. کلا خیلی این ویدیو الان وایبش کریسمسی و خیلی به نظر خودم ویدیو قشنگ و نازی شد. امیدوارم که اینجوری باشه. به هر حال اگه شما هم این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله و کامنت هم یادتون نره. کامنت هایی که این سری انتخاب کردم. و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار. بای بای.